ببینید فرایندهای مختلفی در پزشکی قانونی اتفاق میفته، مثل اینکه ممکنه در یک معاینه ساده کمتر از 20 دقیقه ما پاسخ یک مقام قضایی رو بدیم. بعضی موقع ممکنه برای تعیین علت فوت و نمونه هایی که در سالن تشریح به اصطلاح میگینی و آزمایش های مختلفی که اتفاق میفته ممکنه 2 ماه و نیم طول بکشه. بنابراین نمیتونیم بگیم در هر پرونده مشخصا در یک زمان خاصی. مثلا ما در حوزه تعیین پروفایل از نمونه‌های خون کمتر از چند ساعت، منتها ممکنه از یک بافت به اصطلاح فاسد شده عضله چیزی غریبه به مثلا 2 هفته 3 هفته وقت نیاز داشته باشه. اما در پرونده های قضایی مستحضرید ما یک بخشی از پرونده هستیم. بعضا انتظاراتی که همکاران شما از ما دارن این که ما در کل یک پرونده اظهار نظر بکنیم، خب این ارتباطی واقعا با ما نداره. قاضی منصوری یا اون خانم یا متروپول یا پرونده های از این دست در اون مقطع در اون زمان که به ما ارضا میشه ما مسئولش هستیم. مثل اینکه مثلا در متروپول گفتن که این آقای عبدالباقی هست یا نیست، خب ما رفتیم شجرنامه‌اش رو درآوردیم، از بستگانش به اصطلاح نمونه گرفتیم و اساس اون نمونه‌ای که گرفتیم اثبات کردیم که این فرد به اصطلاح عبدالباقی است. حالا اینکه رسانه‌های خارج نمی‌دونم بعضا در داخل حرفایی زدن آیا و بعضی از افراد غیر کارشناس و نادان در حوزه علم ژنتیک اظهار نظرهایی کردن، اون به اصطلاح به جای خودش، چون حتی یه پزشک عمومی نمیتونه در حوزه تخصصی ژنتیک قانونی اظهار نظر بکنه که آقا این اگر که مثلا عبدالباقی بود نمونهش باید مثلا اینقدر طول میکشید و اونقدر طول میکشید، که حالا مسئول بانک ژنتیک ما توضیح داد، منم با رسانه ها به من تو از بکنم صحبت کردم. ما به جهت این که بالاخره زیر مجموعه دستگاه قضایی هستیم واقعا مسئول اطلاع رسانی در پرونده‌های خاص هم نیستیم. این اطلاعات در اختیار قاضی است، چون ما یه بخشی از پرونده رو واقعا تولیگری میکنیم، همه پرونده به اصطلاح نیست. مثل اینکه فردی مثلا میگم مراجعه میکنه، ما بررسی میکنیم، میگیم آقای مثلا این به خودکشی میخوره، خب ما تحقیقات پلیس رو نداریم، درست شد؟ ممکنه در تحقیقات پلیس دگرکشی اتفاق افتاده باشه، این باید با اون اظهار نظر کارشناسی همکاران من در پزشکی قانونی با اظهارات پلیس با اظهارات دیگر با همدیگه به اصطلاح ممزوج بشه و نهایتا تعیین علت فوت بشه. اون چیزی که ما در خصوص این پرونده ها خدمت شما عرض بکنم مسئول بودیم، مثلا در خصوص اون خانم نمونه هایی که گرفتیم بررسی که انجام دادیم یا در متروپول یا در قطار یا در هواپیما یا در خدمتتون عرض بکنم پلاسکو، در اون وظیفه‌ای که به ما ارجاع شده خب ما نظر کارشناسیمون رو دادیم به و اون نظر کامل نیست. اگر انتظار این باشه که ما بیایم بگیم قاضی منصوری خودکشی کرده، این حرف بی ربط و غیر کارشناسی است، درست شد؟ اما ما این شرح جسد رو منتقل میکنیم به قاضی پرونده، قاضی پرونده با تحقیقات بین‌الملل اینترپول و سایر ادله‌ای دیگری که داره اونه که در حقیقت نظر نهایی رو اعلام میکنه. آیا شما فعالیت بین‌المللی هم دارید؟ یعنی اگر لازم باشه مثلا یک فردی باشه که خارج از کشور با اینترپول هماهنگ بشه و بتونید ببینید هر دستور قضایی که به سازمان پزشکی قانونی داده بشه، پزشکی قانونی آمادگی اون رو داره. اگرچه بالاخره همکاری‌های بین‌المللی ما در حوزه‌های آموزش و پژوهشی همین الان با کشورهای مختلف به اصطلاح داریم. ولی اگر مباحثی مربوط به پرونده‌ام باشه، بله پرونده‌های مختلفی اتفاق افتاده. حتی مثلا در خود هواپیمای اوکراین هم تیم‌های خارجی اومدن اینجا، یعنی همکاری‌های بین‌المللی وجود نداشت کار خاصی بکنه. نه، اونا فقط ما اومدیم که ببینن فرآیندی که ما داریم دنبال می‌کنیم به اصطلاح به چه صورته. اگه نه اونا تونستن به اصطلاح تکمیل بکنن کارم، یعنی نکته تکمیلی داشتن، نقدی به اصطلاح به کار ما همکاران من داشتن، عمدتاً به اصطلاح کار تایید بود. ما به جهت اینکه اونا اطمینان خاطر پیدا بکنن و با توانمندی‌های جمهوری اسلامی در حوزه فارنزیک یا قانونی پزشکی قانونی اطلاع داشته باشن، تیم‌های مختلفی رو اجازه دادیم بیان به اصطلاح در فرایند بحران هواپیمای اوکراین حضور پیدا کنن.